ولی هفته دیگه چی میشه؟ همه بچه ها میان. اوله خب یه رسم جالب اینجا دارن، ما هم تازه فهمیدیم، اونم اینه که سه روز قبل از اینکه مدرسه باز شه، یعنی سه روز کاری قبل از اینکه مدرسه باز شه، میذارن که بچه های کلاس اول مخصوصاً، حالا من فکر میکنم امسال بچه های بزرگتر هم هستن به خاطر اینکه مثلا پارسال همه کلاس ها غیر حضوری بوده و اینا، اجازه میدن که با پدر مادرهاشون و حالا خواهر برادر کوچیکشون یا هر چی بیان توی مدرسه و مدرسه رو بگردن، با محیطش آشنا بشن، جای کلاسشون رو ببینن، همون چیزایی که دقیقاً با سیامک صحبت میکردیم ما تو بچگی ازش آزیم، چون هم من هم سیامک که با هم حرف میزدیم روز اول مدرسه توی ساختمون مدرسه همون گم شدیم، کلاسمون رو پیدا نکردیم، نمیدونم اون احساس ترسه و اینا بهمون دست داد. خلاصه اینجوری خیلی خوبه دیگه، هم اون ابعاد حیات و ابعاد ساختمون و شکل ساختمون و اینا میاد دستشون، همین هم که این فرصت دارن که با پدر و مادرشون برن، یه احساس امنیت و راحتی داره. خلاصه داریم میریم الان تور مدرسه. آخه دیروز رو بگم، ما اصلا دیروز صبح این داستان رو فهمیدیم، من بیرون بودم یه دفعه دیدم اون مدرسه، ما فکر کنیم دوشنبه شروع میشه و ما از این سیستم زیاد یعنی نمیدونستیم که این قرار چند روز یه دفعه من دویدم رفتم اومدم نازلی مدرسه باز شد، باز شده، همه رفتن شلوغ مادر پدر و بچه ها دیگه اصلا عرق کرده بودم. بعد گفتیم که خب من یه سر برم مدرسه ببینم اصلا چیه داستان. دیگه رفتم مدرسه بدو رفتم طریق بالا پیش مدیره، با مدیره گفتم بابا ریلکس، سه روز گذاشتن که بچه ها 10 تا 12 بیان با محیط مدرسه آشنا شن. چون واقعا که نازلی گفت منم روز اول مدرسه هم واقعا جزو بدترین خاطرات. خلاصه امروز میریم به تون زیاد دیگه، فردا نمیریم، ولی خب این فرصت هست که اگر که هیلا بخواد فردا هم بریم و باز دوباره بگردیم تو مدرسه شو چرخوزن. دیروز خیلی شلوغتر بود ظاهرن، ولی امروز یه خورده خلوت‌تر. حالا هم میریم و معلمش آشنا میشیم و همین که اگر بشه با بقیه هم کلاسیاش. آره دیگه، امروز هم میتونیم بیشتر سوالا رو بپرسیم، چون واقعیت اینه که حالا یه چیزی میدونیم چی ببریم چی نبریم، ولی چون ما با اصلا با سیستم ما اولین باره که بچه‌مون میره. بچه‌ها الان میتونیم دوستم پیدا کنی هیلا. الان؟ یا بعدن؟ هر وقت که بخوای الان بعدن. زنگ تفریح اینجا بودو بودو میکنیم. مدرسه سر اونجا هم خیلی کوچیک. آره.
خب ما رفتیم کلاسش رو پیدا کردیم، گفتن که 11 بیم دنبالش، یعنی 45 دقیقه دفتر کلاس باید بشینن. هیلا قیافش خیلی چیز بود، گنگ بود، بغضی و اینا نبودا، ولی چیز بود، دختر قویه هیلا. حتی بعدا باید باش صحبت بکنم چون خیلی تو خودش میریزه. یا چند تا از بچه ها داشتن گریه میکردن و اینا، ولی هیلا خیلی جدی، ولی لبا خندم نمیزه. آره معلمش هم که خیلی خوش اومد. حالا تو نگاه اول دوتا کلاس معلمشون مرد بودن، این یکی خانم بودش. نازی جون بابا خسته شدی؟ زنگ تفریح ماما احتیاج به تفریح میگم. آره حالا میریم بابا، یارو خیلی خسته شد. میگم که خوبه که حالا این برنامه رو گذاشتم، به خاطر اینکه واقعا هم نلم 45 دقیقه سر کلاس نشستنش منظرم براش کنانیه. حالا چون فکر کنی روز اول بیاد یه دفعه مثلا بهش بگم 5 ساعت بشین سر کلاس، و قطعا سر واقعا دست کشیم کشیم. این اصلا جا بیاد تو همه دنیای کار بکنن، تو ایران هم بکنن، شاید هم بکنن. زمانو اگر میکنن یا شما تو ایرانی برمون کامنت بسید بگیم. ولی زمان ما که اینطوری نه، من یادم روز اول واقعا من جو محیط حیات و ساختمون و کلاس ها اینا منو خیلی گرفته بود و خاطرش هم از ذهنم پاک نمیشه. نمیگی مشکلی بیایی؟ من که خودم روز اول آخرین نفر رفتم بعد تو کلاس اصلا خوشحال نبود، اصلا نمیخواستم برم تو کلاس. بعد که کلاس که تموم شد، ولی یادم رفتم تو حیاتی که اوکی بودم، یارگیری کردم، اکیپ درست کردیم، سه چهار تا دوستام قشنگ یادم. ولی معلم اول دبستان اونم خیلی خوب بود، فامیلش رو خانم پریسایی، خیلی مهربون بود. تو چی؟ تو اسم معلم اولت رو یادت؟ خانم داغدار؟ چه اسم؟ خب بچه ها امروز کلاس استاد سیامک شاگرد کوچیلو سهلا سنی ادین نه؟ سنی ادین نه؟ چه خوب بود، برو پیش معلم. نه 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 برو پیش دوسته، کدوم دستش گرفته بودی؟ منم قاطیشون میکنم. هیلا، هیلا دوستاشو پیدا کرد که مهد باشو میرفت دوقلو. اسمشون چیه هیلا؟ عثمان و احمد. باشه اینم هیلا کجا؟ صدات میاد خودت نیستی؟ ببینم. هلو نازلی؟ مامی هم رفت کلاس هیلا. منم رفتم توی کلاس نشستم هیلا. خب امروز روز دوم آزمایشیه. بعد هیلا از صبح، یعنی صبح زود بیدار شده بود، گفت بریم و اینکه خدا شد واقعا این سیستم جواب داده. نه من به نظرم خوبه. حالا هیلا یه کمی چیز هست از اینا که سیگنال اشتباه آدم میدن، مثلا وقتی که نا استرسیه مثلا میخنده میگه خیلی خوشم اینا، ولی من فکر کنم در خود
خوشحال. به هر حال از اون چیز که چاره‌ای نداره، چه خوشحال چه نباشه بهتر، ولی چه بهتر که اینجوری مثلا با روحیه خوب بره. امروز با یکی گریه میگه نمیخوام شاید اصلا نیومد. اینم از امروز و ماجرای به قول خودم دموی مدرسه رفتن هیلا. ما حالا خیلی اونجا نمیخواستیم ویدیو بگیریم به خاطر اینکه خب هر طرفی رو نگاه میکردی بالاخره یا بچه ها یا آدم بزرگا تو کادر بودن، یه ذره سخت بود، یه ذره خواستیم پرایوسی آدم ها حفظ بشه. امیدوارم تونسته باشیم. خلاصه این ماسک دار بودن آدم ها یه خورده به آدم کمک میکنه، ولی به هر حال دیگه. حالا خواستم یه چیز دیگه بگم بهتون. خب خیلی این جمله رو شنیدین دیگه، مثلا میگن آدم وقتی مهاجرت میکنه مثل این میمونه که از اول توی جای دیگه دنیا و تو اون سن فعلیش یه دفعه به دنیا میاد و خب این خیلی سخته. یعنی با این جمله میخوان به شما بگن که چقدر مهاجرت سخته، ولی مصداق عملیشو اگه من بخوام یه مثال اینی براتون بزنم مثل این میمونه که امروز خب جز کتابای هیلا و اینایی که به ما دادن یه لیست هم به ما دادن از لوازم تحریر و چیزایی که خب باید بگیریم برای اینکه برای هیلا دیگه که بذاره تو کیفش و یا با خودش ببره مدرسه و اینا. یه لیست لوازم تحریر، یه چیز خیلی ساده که مثلا اگر که تو ایران به شما یه لیست بدن دیگه این دغدغه‌ای نیست که خب میخونین دیگه، مثلا ماجیک، نمیدونم، دفتر مشق، دفتر فلان، دفتر نقاشی، دفتر یه خط، دفتر دو خط، دفتر شطرنجی، اینا همه اصطلاحاتی که ما باهاش آشناییم و همونا رو وقتی که به شما توی به یه زبون دیگه میدن اینجوری میشه که من امروز با اینکه من مثلا 90% رو متوجه میشم که یعنی چی، ولی واقعا نمیدونم منظورشون دقیقا چی. مثلا مثال میزنم براتون، توی این لیست نوشته که نوشته رومیزی برای اینکه، یعنی اون رومیزی رو روی میز بذاره بعد مثلا ظرف غذاشو بذاره، ولی اصطلاحی که به کار برده گفته خب رومیزی. شاید مامانای دیگه ای که ترکم هستن هم الان باز با این مفهوم رومیزی مشکل داشته باشن، ولی منی که مهاجرت کردم اومدم تو این کشور الان این اعتماد به نفس رو ندارم، همش احساس میکنم که بقیه میدونن منظور از این رومیزی چیه ولی من نمیدونم. یعنی شاید مثلا این تو فرهنگشون هست، شاید مامان بقیه بچه‌ها هم وقتی بچه بوده میرفته مدرسه مثلا با خودش رومیزی میبرده، بنابراین میدونه که یعنی چی، ولی من نمیدونم. حالا من نمیدونم رومیزی منظور رومیزی پارچه‌ایه، منظورشون رومیزی پلاستیکیه، یه بار مصرف، چقدی هست اصلا اون رومیزی، میدونین. حالا زیاد چیز مهمی نیست، بالاخره یه چیزی آدم میذاره و بعد کشف میکنه که چیه دیگه. ولی یا مثلا نوشته آباکوس فاسولیه و سای چوبوکلاره. یعنی رفتم تو دیکشنری نگاه کردم، آباکوس نمیدونستم یعنی چی، ولی نوشته آباکوس یعنی چرتکه. خب بعد چرتکه، خب حالا چرتکه میخریم دیگه. نوشته چرتکه، لوبیا و چوب شمارش. اصلا هیچ ایده ای ندارم که مثلا این یعنی چی. یعنی بهتون اینو بگم که این یه لیست مثلا 10-15 خطی امروز بر من یه معمای یک ساعته بود و حالا دیگه زیاد توضیح بیشتر نمیخوام بدم. میخوام بهتون بگم که این معنی اینه که شما تو بزرگسالی انگار که دوباره یه جای دنیا میاد، توی یه کشور دیگه، توی محیط دیگه ای دوباره دنیا اومدین و در واقع میشه گفتش که خیلی چیزا هست که اصلا نمیدونی یعنی چی. منظور فرهنگ اون کشور، منظور خیلی چیزاست که واقعا فرق میکنه با اینکه تو اون کشور شما خودتونم به دنیا اومده باشین، خودتونم بزرگ شده باشین و حالا بچه‌هاتون رو دارین تو اون کشور بزرگ میکنین. اینم خواستم بگم. خلاصه اگر که دارید برای مهاجرت آماده میشید، خود رو برای سختی‌های خیلی بیشتر از این چیزایی که فکر میکنید آماده کنید. اینم که حالا یه نمونه نه چندان سختش.
خیلی مواظب خودتون باشید. امیدوارم که اگر که تو ایران هستید خیلی زود اوضاع درست بشه و بچه‌ها تو ایران هم دوباره بتونن مدرسه رو شروع کنن حضوری. من واقعا فکر نمی‌کنم مدرسه غیر حضوری اصلا بشه اسمش رو گذاشت مدرسه، حضوری شروع کنن و سال تحصیلی خوبی داشته باشن و همه با هم یه روزی به این روزا بخندیم. مراقب خودتون باشید تا بعد.